سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال انیمیشن تی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام در مورد برادران بیل سایفر حرف بزنم، اینکه کی بودن، کجا هستن، واقعی هستن یا نیستن، کلا اینکه چی هستن و کجا هستن، کلا همه چیز میخوام حرف بزنیم و بهتون بگیم. امیدوارم که ازت خوشتون بیاد. لایک کامنت فراموش نشه. بدون اطالی بزن بریم. شما حتما تو گوگل، تلگرام، یوتیوب، آپارات، کلان همه جا تو اینترنت در مورد برادران بیل سایفر شنیدید، عکساشو دیدید و میگید که خب اینا شاید واقعی باشن. خب این داستان از کجا شروع شد؟ ببینید، میگفتن که بیل سایفر دو تا برادر داره، یکی ویل یکی کیل، چون خیلی به هم شبیه بودن و اسمش هم قافیه بود دیگه، قافیه داشتن، بیل ویل کیل. خب اینجا میگفتن که ویل یکم احساساتیه، زود ناراحت میشه، ولی کیل یکم پرقدرته و عصبانیه. و اینجوری شد که اسم برادران بیل سایفر اومد روی زبان‌ها و تو اینترنت خیلی رایج شد و حتی برادران بیشتری، حتی خانواده‌شو آوردن جلو و گفتن که خانواده‌ش اینقدر بزرگه. رفقا، اینا همش تئوری بود، یعنی همه این تئوری‌ها رو فقط طرفدارو ساختن و الکسش اینا تایید نکرده. وقتی که الکسش تایید نکنه یعنی نمیشه روش حساب کرد. اما الکسش تو انیمیشن آبشار جاذبه گفت که بیل سایفر دنیایی داشته، توش زندگی میکرده و اونجا رو نابود کرده. وقتی که یه دنیا داشته باشه یعنی افراد مثل خودش هم تو اون دنیا زندگی میکردن، ولی گرفته همش رو نابود کرده. حالا چرا گرفته دنیا خودش رو نابود کرده ما هنوز نمیدونیم. الکسش اصلا هیچ چیز رو کامل نگفته، برای همین تئوری خیلی زیادی به وجود اومده. نگفته که چرا مثلا رفته دنیا خودش نابود کرده و الان میخواد بقیه دنیا رو نابود کنه، فقط گفته که اونو نابود کرده، از شما رو نابود میکنه و از همه رو نابود میکنه، شده یه شخص منفی. همین بوده دلیلش. اگه بخوایم تئوری ویل سایفر و کیل سایفر رو بررسی کنیم، من این احتمال نمیدم که اینا برادر ویل سایفر باشن، احتمالش خیلی کمه. اینا ممکن که از بعدهای دیگه باشن. تو آبشار جاذبه در مورد ابعاد دیگه خیلی حرف زده شده که میگن که آبشار جاذبه فقط یه بوده و بعدهای بی‌نهایت وجود داره. تو بعد آبشار جاذبه بیل سایفر، تو بعد مثلا آبشار معکوس بیل سایفر که فکر کنم بیشتریاتون دیدین، بیل سایفر تو اون بوده. البته اینم میگم که آبشار جاذبه معکوس یه تئوری مثل بقیه تئوری‌ها و طرفدار دارن براش کمیک بوک می‌سازن و گسترشش میدن. به نظرم خیلی چیز جالبیه. طرفداران دارن کمیک بوک می‌سازن، پول می‌ذارن برای طرفداران و می‌خوان تئوریشون رو گسترش بدن. کار خیلی جالبیه. تا چند وقت پیش این تئوری ویل سایفر خیلی محکم شده بود و براش مدرک هم وجود داشت، اونم تو جورنال 3 بود. یه صفحه است که اگه ستاره رو به هم بچسبیم کلا از دورم معلومه، یه مثلثیه، واسهش هم اگه به هم وصل کنیم میشه پاپیون، پایینش هم میشه ویلیام. خب این تئوری میتونه خیلی محکم باشه که ویلیام واقعا تو آبشار جاذبه هست و برادر بیل سایفره، یعنی ویل سایفر بیل سایفر. اما این تئوری وقتی ناکارآمد میشه، اونم اینه که ویلیام مخفف اسم بیله. اگه تو گوگل سرچ کنین ویلیام مخفف اسم بیله، یعنی کلاً بیل سایفر خودمون، یعنی اون شکلی که تو جورنال 3 بود، اون ستاره‌ها که شبیه مثلث بودن با پاپیون، اون ویلیام یعنی بیل سایفر، یعنی همون بیل سایفر خودمون تو آبشار جاذبه. یعنی اون به ویل اشاره نمی‌کرد، به بیل اشاره می‌کرد. در مورد کیل سایفر هم که هیچ چیز معتبری پیدا نمیشه، هیچ مطلبی نیست، همش فنارت، یعنی ساخت طرفداراست، مثل کمی بوک آبشار جاذبه معکوس، کلا چیز معتبر نیست. الکسش هم در موردش هیچ حرفی نزده، حداقل مثل ویل سایفر اسمش تو جورنال سه باشه، مثلا ویلیامز حداقل رو بشه روش حساب وا کرد، اما هیچ چی نیست. اینو هم بگم که الان من دارم این ویدیو رو میسازم، هیچ چیز معتبر در مورد کیل سایفر و ویل سایفر پیدا نمیشه، مدارک خیلی کمه و بیشترشون تئوریه. اما شاید در آینده الکسش مدارک بیشتر بده بیرون و این قضیه رو بازتر کنه. الان هیچی نیست، شاید بعدن یه چیزی بیاد بیرون از طرف الکسش، اما الان هیچی نیست. خب این از بحث کیل سایفر و ویل سایفر. الان میرون سراغ بحث دیگه. قسمت 4 فصل 2 آبشار جاذبه رو دیدین دیگه، مگه نه؟ اونجا یکی هست اسمش تاده یا تد. خب یه تئوری هست که میگن این برادر بیل سایفره، یه مربی شکل بنفش، اونم فکر کنم تو گوگل زیاد دیده باشید. میگن که بیل سایفر قرار بوده به تد یه جمله بگه، جملهش هم این بوده، میگه تد تو یه مربی خیلی احمقی هستی، یه شکل خیلی احمق. بعد از این طرفداران دیگه تئوری‌هاشون رو شروع میکنن و میگن که این همون مربی بنفشه،
مربی بنفش و برادر بیل سایفره و حتی این حرفا به الکسش هم میرسن. الکسش به این تئوری واکنششون داد و گفت ببخشید که امیدتون از بین میبرم، اما تاز فقط یه سنی کوچیکی توی قسمت داشت و اصلا هیچ ارتباط با بیل و شیطاناش نداره. در ادامه به اسمش یه اشاره میکنه، مثلا اسمش تاد عجیب بود، تاد استرنج، تید استرنج. خب میگه که اسمش واقعا معلوم نیست از کجا اومد و کی گذاشتهش، اما اگه من شانس داشته باشم اون اصلاح میکنم. اینم از این تئوری. اینم رد شد. کلا الکسش همه تئوری رد میکنه، اما خودش زمین ساز این تئوری هاست. خودش یه چیزی میذاره که آدمو به ساخت این تئوری مجبور میکنه. خب رفقا، تو این ویدیو همه تئوری رد شد. از یه طرف مدرک نیست، از یه طرف خود الکسش این تئوری رد میکنه، کلا از هر طرف هیچ مدرکی هم نیست. خب حداقل این مدرک باشه آدم روش حساب کنه. رفقا میدونم که شما تئوری زیاد دارین، یه سری اطلاعات دارین. اگه شما هم در مورد این برادرا یا تئوری ها چیزی میدونین تو کامنت ها بنویسید. دم همتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از ویدیو خوشت اومده باشه. لایک کامنت فراموش نشه. رفقا تازه بکن آشناشون برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی، روی دکمه سابسکرایب کلیک کنم و زنگ رو همه قرار بدم. خیلی ممنون. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.